سلام، نوربخش هستم و میخوام اطلاعاتی رو درباره کارگاه فیلمسازی پیشرفته دیجیتال خدمتتون ارائه بدم. خیلی وقتا از من سوال میشه که ما چه دوربینی بخریم. معمولا زمانی که از من سوال میشه منظورشون این هست که دوست دارن دوربینی داشته باشن که تقریبا هر کاری براشون بکنه، توی هر نوری کار بکنه، برای هر چیزی خوب باشه، هم کار سینما، هم تلویزیون، هم عروسی، هم مستند. یادتون باشه دوربین فقط یکی از عوامل ثبت تصویر شماست. مهمترین عامل نور و شناخت نور هست. نکته بعدی لنز هاتون هست و در نهایت دوربین شما. دوربین شما بر حسب بودجه‌ای که دارید و کاری که میخواید انجام بدید بهتون پیشنهاد میشه. یک فرمول کامل برای نوع خرید وجود نداره. معمولاً مدیوم کاری، باجتی که شما دارید و در نهایت رسانه‌ای که میخواید کارتون رو توش ارائه بدید بسیار در این فاکتورها موثره. اگر میخواید کار فیلم انجام بدید، دوربین‌هایی که لزوماً مگاپیکسل بسیار بالایی دارن یا سنسور بزرگی دارن و عکس‌های بسیار سنگینی تولید می‌کنن، مثلا 42 مگاپیکسل، 50 مگاپیکسل، اینها لزوماً برای کار ویدیو مناسب نیستن، چون مجبورن از میزان زیادی از اطلاعات صرف نظر بکنن تا فایل ویدیو شما رو بسازن. به عنوان مثال دوربین آلفا 7S بسیار بهتر از دوربین آلفا 7R برای ویدیو مناسب هست، چون مجبوره که از میزان اطلاعات کمتری صرف نظر کنه. موفق باشید. با نکته دیگه‌ای بعداً در خدمتتون هستم.